بنامه خدا سلام بر شما به برنامه نگرش خوش آمدید قانون اساسی کشور در سطح منطقه بی نظیر می باشد اما بر اساس گزارش ها بیشتر از 90 ماده قانون اساسی افغانستان در این 14 سال با مذرد در این 12 سال نقص شده است کارشناسان افغان میگوید که بیشترین نقض قانون توسط افراد زورمند و افراد دولتی صورت گرفته است پیرامون این موضوعات بحث داریم در برنامه امشب نگرش من مصطفی فیضی هستم مهمانان من در استودیو آقای موسی فریبر استاد دانشگاه و عین الدین عضو هیئت و رهبری اتحادیه قدانان و قرار است تا لحظات بعد آقای بشیر احمد تیانج عضو مجلس نمایندگان نیز در بحث با ما شرکت مهمانان گرامی سلام با برنامه می خوش آمدید جناب استاد میخوایم بحث با شما آغاز کنیم حالا قانون اساسی افغانستان در سطح منطقه قانون بینظیر خوانده شده است عوامل اصلی نقص قانون اساسی افغانستان از دید شما کدام ها بود با این همه خوبی هایی که داشت حالا بسم الله الرحمن الرحیم و بین بی بار سلام با شنونده و بیننده همکاران تکنیکی شما و شریک بحث خطاقای بادری بانوان یک حقوقدان یا بگویم شاگرد حقوق بهتر است بگویم هفته قانون اساسی را بر ملت افغانستان تبریک میگم اظهار تعذیت میکنم به حقوقدان های افغانستان که قانون هیچگاه توسط سیاست مداره و ارباب اقتدار مورد احترام و عنایت لازم قرار نگرفته با مقدمه که شما گفتین ما قسمان موافق هستم قانون از امو روز اول که توسط لوی قانون اساسی بر توشه رئیس جمهور یا رئیس اداره معقد که وقت آمد بود فرستاده شد مورد دست برد قرار گرفت و ای که این قانون آیا واقعا با شرایط توضع وال افغانستان منطبق بود یا نبود یک واقعیت غیر قابل کار است که در پشت پروژه قانون اساسی افغانستان دست خارجی ها الاخزر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و زلمه خلیلزاد نماینده فوقلاده و سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان و بعض سفرهای دیگه که در او وقت در پایتخت در شهر کابل مصروف فعالیت بازار دیپلماتیک بودند قرار داشتند اشاره میکنید که قانون اساسی افغانستان در اون زمان مطابق با شرایط افغانستان بله آه، آه، با موارد میتونم عدیده اشاره کنم مثلا یکی از مواردی که من میخوایم اشاره کنم در قا... ماده ده قانون اساسی افغانستان آه، آه، نظام اقتصاد بازار تجویز شد یا به بار دیگر تحمیل شد بر افغانستان که با شرایط اقتصادی افغانستان و یک کشور معروض به بوران یا کشور که حد زده میشد تازه از بوران باید سر بکشه ای با شرایط وقت افغانستان و شرایط امروز افغانستان متاسفانه سازگار نیست و موارد دیگه هم در قانون اساسی است که سر از او نمیتاریم در وقت محدود صحبت کنیم ولی به سوال شما مشخصا میخوایم بپردازم نه خارجی های را داشتن کاکمیت قانون در افغانستان تسجیل و تحمیل شد و مورد اعتماد جامعه قرار بگیره و نه ارباب اقتدار و قانون فقط یک نسخه بود که به گفته شما بسیار زیبا قشنگ و پول بسیار گذاف یا در لوی جرگی قانون اساسی بالاش مصرف شد ولی وقتی که به دست حکومت و به دست عرصه قوه سپرده شد متاسفانه تا امروز به مسحکه کشیده شد و هر از گاهی که ارباب اقتدار از زمان آقای کرزه تا با زمان آقای غنی و عبدالله قانون زیر پاک کردند توسط خارجی ها تشجیه شدن اتا خارجی ها توجیه کردن که در کشور مثل افغانستان تطبیق حاکمیت قانون یک کار درست نیست اینجا مسئولیت مردم افغانستان چی است؟ قانون نقص میشه تا بلاخره خارجی ها از را میکنند در نیست که چون قانون علازای برای ما ساخته شده و این باید توسط ارباب اقتدار احترام میشد اراده حاکمیت قانون متاسفانه در نزد ارباب اقتدار افغانستان وجود نداشت و ندارد و اگر میداشت و اگر مرجع با صلاحیت بر تنفیذ قانون اساسی وجود میداشت و اگر در جنب قانون اساسی شورای به نام قانون اساسی یا محکمه به نام قانون اساسی افغانستان که در اوایل پیش بین شده بود وجود میداشت داشت شاید قدر ارباب اقتدار ا ا ا ا گستاخ نمی شدند که قانون اساسی را کالیترین وسیقی ملی یک مملکت است یا بگوی عالی ترین قرارداد بین ملت و دولت است او را با ای ا ا به مهری مورد تاخت و تاس قرار بتن و بالاخره سرنوشت قانون اساسی تا امروز در حالی از ابهام قرار داره به این معنی که قانون اساسی مرجع تفسیرش کجاست حکومت آقای کرزای و قوی قضایه متمسک به ماده 121-122 قانون اساسی مصر بودن و اصرار میکدن و تاکید میکدن که مرجع تفسیر قانون اساسی استر محکمه قوی قضایه افغانستان است و در حال که پارلمان و بعدا که کمیسیون نظارت مستقل نظارت بر قانون اساسی مطابق ماده 157 ساخته شد و مصر بودن و اصرار داشتند که مرجع تفسیر قانون اساسی مطابق قانون کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی کمیسیون نظارت بر مستقل نظارت بر قانون اساسی یعنی پس اون حرف را که کارشناسان افغان حالا بیان میکرد که قانون اساسی افغانستان قانون بی‌نظیر در منطقه بود برای شما به نوی از رد میکنید یعنی قانون اساسی افغانستان حالا مشکلات دارد بله قانون اساسی افغانستان مشکلات تدیدی خود داشت و در عمل وقتی که به دست قوی جای سپرده شد موارد پیش آمد که مثلا یکی از موارد که پیشتر اشاره کردم نبودن یا روشن نبودن مرجع تفسیر قانون اساسی است که تا امروز هم آم میبینیم که قانون اساسی متاسفانه در یک بحران به سر میبره باید. اگر مرجع تفسیر قانون اساسی صریحاً در قانون اساسی معلوم و واضح می بود که ما گفتم در مقدمه هم پیش بینی شده بود که یا شورای قانون اساسی یا محکمه به نام قانون اساسی باید در کنار قانون اساسی وجود داشته باشه ولی متاسفانه و مورد دستبرد قرار گرفت و بالاخره کار با بحران کشید به حال ما فکر می کنم که به سوال شما می خواهیم واضحا جواب بگویم که با شهروندان افغانستان تا 14 سال گذشته کی خارجا ارزش قائل شدن به افکار ما کی ارزش قائل شدن و متاسفانه جامعه مدنی, مدنی هم که در افغانستان پا برسی وجود گذاشت با حفظ افراد خوبی که من مشناسم و دوستای شخصی هستند. یا هم تور شاید باید نتانستن آینه افکار آمه یا آینه افکار جامعه باشند. بنان زمامدارا تا که تانستن قانون زیر پا کدن و با موارد عدیده میتونیم اشاره کنیم که اگر شما خواستیم در خدمت هستیم تشکر آقای بابادری میپذیرین که واقعا خارجی ها برای مردم افغانستان و افکار, مرد... افکار مردم افغانستان ارزش قائل نبودن با عرض سلام خدمت شما جناب استاد فریخته و بینندگان عزیز تلویزیون خب چگونگی بررسی اراده جامعه جهانی یا خارجی ها در مورد تطبیق حاکمیت قانون من فکر میکنم که برمیگرده بر یک تاریخچه ای که از زمان شکلگیری نخستین دولت افغانستان در, در حکومت بن، بنی اول مه. در بنی اول چنانچه دیده شده و چنانچه تحقیقات نشان داده شده چگونگی شکل گیری دولت در بنی اول هم تقریبا به بحران مواجه شده بود در اونجا کسی که به اساس رای اکثریت به عنوان نخستین رئیس و دولت آن زمان صورت گرفته بود فکر میکنم دولت های بین و کشورهایی که بیشتر نفوذ داشتند بر شکل دهی ده این توافق کانفرانس توافق نکردن. توافق بله. نکردند از همان نخستین روزهای شکل گیری دولت اختلافات سلیقوی اختلافات ایدئولوژیکی و میتوان گفت اختلافات دولت های <applause> با اقتدار که قرار بر این بود که به افغانستان بیان و کمک, کمک یا به هر نوی دولت افغانستان حمایت کن مشکل وجود داشت اما در بود داخلی پس از کنفرانس بنی اول و شکلگیری دولت ما ببینیم که بخش زیاد از کشورهایی که در شکلگیری و دولت سازی افغانستان جدید نقش داشتن در حقیقت به نحو ظاهرا کمک های زیاده کردن مثلا ما اگر در قسمت قانون اساسی افغانستان در نخستین لوی جرگه تحسیس قانون اساسی افغانستان نگاه کنیم در اونجا تعداد زیاد از متخصصین افغان که در مسائل حقوقی و در مسائل قانونی در واقع آگاه, آگاه بودن از بسیاری از کشورها آمدن در افغانستان و در خواستن که قانون اساسی جدید شکل بدن اما به باوری ما فکر میکنیم که تصویب قوانین اساسی یا مساویده قوانین اساسی در تمامی کشورها به شکل مقایسوی صورت میکنند تا اینکه مثلا از قانون اساسی افغانستان ممکن است یک اقتداد از بخشاشه که مربوط به مسائل اسلامی میشه و از کشورهای اسلامی اقتباس کرده باشه مانند مصر، مانند عراق، مانند جمهوری اسلامی ایران مانند ممکن است بعضی از کشورهای دیگر اما در بخش حقوق و افراد که مربوط به فصل دوم قانون اساسی افغانستان میشه ممکن است از کشورهایی که به نحو لیبرالیسم نوینی حقوقی را در واقع اونها بیشتر کار کرده باشند و بیشتر آقا در آقای رسول... با با فکر نمیکنید که قانون برای مردم افغانستان مطابق با شرایط و زمان باید اجرا شود یکی از چنانچ جناب استاد اینجا تشریف دارن ما زیاد برای خود حق نمیتونم که زیاد در این مورد یکی از خصوصیات قانونگذاری همین است که شرایط عینی و ذهنی جامعه باید مورد مطالعه قرار گرفته شود قانون شما. اساسی افغانستان و... زمانی که بالاخره ترتیب شد و بالاخره توشیه کرد رئیس جمهور قبلی افغانستان مطابقت با شرایط آن زمان افغانستان داشت خب آ... در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای پس از جنگ که مثل افغانستان هستند یا در کشورهایی که در اروپای شرقی تجربه شد تجربیاتی که دیگه کشورها داشتن یا انتقال داده شد و خوب در تجربه موفقی بود در افغانستان هم به از زیادی از بخش‌هایی که ما مثلا ما در بخش آزادی هایی که در گذشته داشتیم در قانون اساسی جدید افغانستان به نحو تصویب شد یک مقدار ممکن هست از نظر اجتماعی از نظر سطح آگاهی نسبت به آگاهی که در افغانستان وجود داشت بالا بود معلی. اما یک چیزی بدی نبود این یک تحول بسیار کلان در عرصه قانونگذاری افغانستان بود و باید داشته باشیم که تعداد زیادی از مواد قانون اساسی فعلی که ما در حال حاضر مطابق او تمام ساختارهای دولتی را شکل دادیم در زمان حکومت های گذشته تعداد زیادش وجود داشت در قانون اساسی دوران زاهرشاه بود در قانون اساسی گذشته بود مگر اینکه بخش برخی از برخایش بخشایش که در قسمت حقوق و آزاده افراد بودند و بعضی از در حقیقت ارزش های جدیدی حقوقی که در کشورهای بسیار لیبرال و پیشرفته پذیرفته شده بود در قانون اساسی جدید افغانستان بله آیا اونها شده. نیاز بود یا خیر که در قانون اساسی افغانستان جابجا شد خب با باور ما در حال حاضر که ما احساس میکنم ممکن هست نسلی که ما زندگی میکنیم بیشتر از آن خواهان حقوق باشیم خواهان تحولات و آزادی بیشتر باشیم اما با یک نسلی که در گذشته زندگی کردن و با حکومت های گذشته بیشتر در حقیقت حاکمیت های ممکن است حکومت های استبدادی بیشتر زندگی کرده باشند و با نوع حکومت داری گذشته زیاد رضایتمند باشند این نوع آزادی ها و این نوع حقوقی که در قانون اساسی جدید افغانستان پذیرفته شده ممکن است برش شما آشنا باشه یا ممکن است از نظری ذهنی یا از نظر ایدئولوژیکی بر تعداد زیادی ممکن است در اطراف مثلا در محلات افغانستان وقتی بحث حقوق بشر میشه و به صورت اتومات تعریف حقوق بشر به گونه ای هست که هیچ نوع شباهتی به آنچه که باورمندی مقنن در قانون اساسی افغانستان داره و هیچ نوع شباهتی نداره ممکن است این نوع برخوردها وجود داره اما آنچه که بسیار مهم و اهمیت داره این است که مکلفیت دولت ها هست که حقوقی را که در چارچوب قانون اساسی تصویب میکنه برای شهروندان در هر سطحی که از سک باید برسانه و آگاهی مردم بیشتر بسازه و این کار ما فکر میکنیم که بخش پس دد... مشکل اشاره مشکل میکنه اصاسی... در قانون اساسی نیست حالا مشکل در حکومت افغانستان بود که نتونست تادیه کنه مشکل اساسی اینجاست که دولت افغانستان نتوانستک آگاهی لازم ایجاد کنه برای اینکه درک درست از محتوای قانون اساسی داشته باشند و فکر میکنیم ممکن است ما ممکن است قانون اساسی افغانستان اشتباهات زیادی داشته باشند بزرگترین اشتباه یا بزرگترین ابهامی که در قانون اساسی افغانستان وجود داره مسئله تفسیر قانون اساسی افغانستان است که در چند سال گذشته بن بس های حقوقی که ایجاد شده بود به دلایل نبود یک مرجع بسیار مشخص بر تفسیر قانون اساسی افغانستان بسیاری بنبسای حقوقی در حال حاضر در یک حاله ابهام قرار دارند و مسئله دادگاه را که جناب استاد بسیار خوب اشاره کردند ساری مسائل جناب استاد خوب اشاره کردند نواقص زیادی وجود دارد اما این نواق... تمامی قوانین اساسی در تمامی دنیا و در تمامی کشورها هر پنج سال بعد هر, ش... هر, ده سال بعد در واقع متمیم های جدید آ... آورده می با... با... با توجه به با... ذهنیت های جدید با توجه به ارزش های جدیدی که مردم با او باورمند من. می و ممکن است با توجه به حقوق جدیدی که ایجاد می شود بنابراین قانون اساسی نباید به عنوان یک وسیقه که اجگاه قابل تغییر, تغییر نباشه پنداشته شود در, در, حالی که انعطاف است و ممکن است هر زمان قابل تغییر باشد شکر آقای فریور جناب استاد حالا دقای بادری شرک کردند قانون اساسی کنونی مطابق به خواست ها و نیاز های جوانان است یعنی بالاتر از این تا خواهد جوانان میخواهد. اما شاید نسل های گذشته این نخواهد خواهد. یک قانون چطور می افراد افراد به دو طبقه تقسیم کند حالا ببینین پیشتر شما هم سوال کردین و برادرم آقای بادری هم گفت قانون اساسی که به عنوان قانون مادر است یا عمل قوانین است یا قانون الهام بخش یا مانکننده است باید با شرایط و اوضاع و احوال عمومی جامعه در همه آباد سازگار باشه بله نسخه را که با نام قانون اساسی در لوی جرگه قانون اساسی آوردن بدون شک در پشت سر این نسخه اهداف و نیات خارجی ها کاملا چی بود وجود داشت که هیچ کس کار کردن نمی‌کنه اهداف نه ببینید فراموش نکنیم کمک هایی که بظاهر به نام دولت و ملت افغانستان آمد کمک های مشروط بود در پشت کمک ها اهداف سیاسی اهداف فرهنگی و اهداف به حساب استخباراتی به نام از آنها نفته بود و هیچ کمک حتی کمک خدا وقتی که غیر مشروط نباشه کمک انسان خوب به شکلی طبیعی مشروط است ولی فکر نمی‌کنید که اون کمک ها اون زمان نیاز بود که بلاخره ببنیده. یا مشروط یا غیر ببنیده. مشروط در افغانستان ببنیده. باید صورت میگرفت اجازه بتین پیشتر که با کنفرانس اول بون و بعدا مایده بون اشاره شد در کنفرانس اول بون که بعد از اون مایده بون با وجود آمده مطابق مایده بون اساسات نظام سیاسی افغانستان ریخته شد و در مایده بون توافق شد که قانون اساسی ساخته شد و قانون اساسی الازایر تنوان میشد که هم با ایجابات داخلی و هم با ایجابات بینلی از دیدگاه دولت و ملت افغانستان باید سازگاری داشته باشه با. در نیست که ملت افغانستان تشنه صلح بود تشنه پیاده کردن ارزش‌های با به اصطلاح دموکراتیک بود که در روج حقوق انسان مورد ترام قرار بگیره آزادی بیان با، مسجل شود آزادی با. انواع آزادی ها در همه عباد مختلف چی شوه مورد احترام قرار بگیرد در نیست که ملت افغانستان به یا نیاز داشتن اما چیزی به یک مورد میخوایم اشاره کنم اه اه بر اولین بار در قانون اساسی افغانستان حدود صغور لوی جرگه قانون اساسی معین و مشخص شد و نصابش معین و مشخص شد مان. اما ما دیدیم که نه خارجی ها و نه آقای کرزی و نه پارلمان اول و پارلمان دوم یا دور پانزده و دور شانزده هیچ کدام نخواستند که نصاب لوی جرگی قانون اساسی افغانستان تکمیل شود یعنی پس میتونیم بگیم که اراده به خاطر بهتر شدن قانون اساسی افغانستان یا تعدیل قانون اساسی افغانستان وجود نداشت نه به این صورت چرا من میگم این کاملا یک تعمد بود تعمد هم خارجی بود درست و تعمد افراد یا بگیم ارباب اقتدار برشان بگیم و نخواستند که نصاب لوی جرگی قانون اساسی افغانستان تکمیل شه میخوایم واضح بگیم به خاطر که شنونده و بیندا و منتظر هستن که ما چی رو میخوایم برشان عرض کنم چی را میخوایم اثبات کنم چی را میخوایم نفی کنم مثلا باید انتخابات شورای ولسوالی همزمان با انتخابات یا ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار میشد چرا یکی از کمیت بزرگی که نصاب ل... لوی قانون اساسی را تکمیل میکنه رؤسای 364 یا 365 ولسوالی افغانستان بود نه. چرا با عدم اکمال نصاب لوی جرگه قانون اساسی ناممکن بود که لوی قانون اساسی برای تعدیل و تصویب قانون اساسی برگزار شود اجازه بدید امیر تکمیل کنم چرا ها نمیخواستن که نصاب لوی جرگه قانون اساسی تکمیل شود و چرا با اقتدار و درص آقای کرزی اراده نداشت و علاقه نداشت در حالی که شرایط امنیتی به مراتب سازگار موافق بود برای برگزاری انتخابات و از نظر اقتصادی هم بسیار باصرفه بود برای دولت ملت افغانستان و همی خ... فکر میکردن که اگر نصاب لوی جرگه قانون اساسی افغانستان تکمیل شود ممکن است قانون اساسی افغانستان به سادگی مورد تعدیل قرار بگیرد نیازمندی های جدید افغانستان مواردی که استکاک داره با منافع لوی افغانستان مورد تعدیل قرار بگیرن بنابراین و عمدن و قصدن نخواستند که نصاب لوی قانون اساسی افغانستان از سال 1382 که قانون اساسی به تصیب رسید تا امروز تکمیل شود. تشکر آقای تایان شما رو به برنامه خوش آمدید آقای آمد بادری بیشترین مواد قانون توسط که حالا شده خب ما فکر میکنیم که یک بحث جالب هست که متاسفانه از نظر افکار عامه و از نظر جامعه رسانه افغانستان همیشه تاکید بالای ساختار ساختارهای قدرت است که بیشترین صدمات بر پیکر قانون اساسی افغانستان متاسفانه وارد کرده است همیش افکار عامه رسانه ها جامعه مدنی همه متاسفانه نواقصی را بیشتر لابی میکنند و دادخواهی میکنند که مربوط به ساختار قدرت میشه مثلا شما ببینید در مورد عدم برگزاری انتخابات جامعه مدنی و دادخواهی بسیار کلان میکنه رسانه ها بسیار یک پوششی بسیار وسیع ارائه میکنند اما در مهمترین بخش قانون اساسی که مربوط به مسائل اقتصادی مسائل اجتماعی و مسائل حقوقی مردم می مربوط به حکومت داری خوب میشه یک مثال از اونها را بدین که رسانه ها قدر پوشش ندادن مثلا مثلا ممک... با, البته با مقایسه با مقایسه این که در قسمت ساختارهای سیاسی وقتی که قانون اساسی نقض می شود بسیار دادخواهی صورت بگیره بسیار افکار عامه واکنشی بسیار درست بله. منطقی و آن نشان می تن. اما در بخش مسائل اجتماعی مثلا در بخش توسعه اجتماعی مثلا در بخش توسعه اقتصادی مثلا در بخش خدمات بسیار به موقع و درست مثلا در بخش حکومت داری خوب ما در بخش مبارزه علیه فسادی داری ما فکر میکنیم مهمترین بخش قانون اساسی برمیگرده به مس... مس... مسائل سیاسی اقتصادی و حقوقی مردم که متاسفانه از یک پوشش کلان خبری در حال حاضر یا در, در گذشته متاسفانه وجود نداشته شما ببینید توسعه توسع، توسع، توسع فردی که برمیگرده به یکی از نسل های حقوقی بشر که همواره افراد و ابنای بشر حق دارند که باید توسعه داشته باشند از یک سال تا سال دیگری یا عرضه خدمات با کیفیت از حقوق اساسی این هاست و در در قسمت حکومت نه حکومت در گذشته در زمان آقای کرزی و نه تعداد زیادی از جامعه مدنی در این قسمت زیاد تمرکز نکردن مگر در, در هایی که مربوط به ساختار سیاسی میشه در موضوع انتخابات است، در موضوع پارلمان هست در موضوع قوه قضایی است، این ده اینجا واکنش بسیار شدید و سریع آقای بادری مشخص بیشترین مواد قانون اساسی افغانستان توسط که حالا نقض شده خب ما فکر میکنیم که در پاسخ به این سوال شما خیلی مشکل هست ما, ما یک نهاد تحقیقاتی نداریم که بریم شاخص های حقوقی که در دیگر, دیگر کشورها من و حضورتان در جامعه چرا نشان میدهد عرض میکنم ببینید در کشورهای دیگر نهادهای تحقیقاتی هست که مواد قانون اساسی را شمارش میکنن که این ماده قانون اساسی افغانستان یا مثلا قانون اساسی افغانستان چند فیصد تطبیق شده و یک نمره خاصی برش میتن ممکن است 200 نمره داشته باشه یا ست چند نمره داشته باشه و ردبندی میشه و تمام قوانین اساسی دیگه کشورها در افغانستان یک چنین چیزی وجود نداره اما از عملکردی که در طول یک یا چند سال یا پنج سال ما دیدیم بیشتر نقضی را که در دوران آقای کرزی صورت گرفت دوستی قوه اجرایه بود بله دقایت حالا مجلس نمایندگان نقد بر رئیس جمهور افغانستان دارد رئیس جمهور افغانستان میگه در چندین موارد قانون اساسی افغانستان را نقض کرده حالا خود مجلس تا چه اندازه قانون اساسی افغانستان را تطبیق کردن و تا چه اندازه بالای خود عملی کردند خب بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما جناب استاد فریورز جناب بادری صاحب بینندگان محترم سلام تقدیم میکنم که بی تاخیر شد آمدن معذرت میخواهیم ببینین اول خب رئیس دولت افغانستان در کل رئیس سه قوا صلاحیت از اونا به لحاظ قانونی بالاتر از هر ارگان این نظام است و در این حال در این خاصتا رئیس جمهور رئیس حکومت است که قوای مجری است یعنی تطبیق کننده و در واقع قانون را همو جنبه های عملیش را باید بپردازه اونا هستند درست است که در تطبیق قانون در افغانستان متاسفانه از از قاعده تا از بالا تا پایین متاسفانه در مورد تطبیق قانون ما مشکل داشتیم هر که توانمندی بیشتر داشته و ناقض بیشتر قوانین بوده اما ادقل ای را میاداوری بکنیم که قانون اساسی افغانستان یکی از دستاوردهای خیلی مهم مبارزات مردم افغانستان است قانونی را که ما امروز در افغانستان داریم یک دستاورد خیلی ویژه و برجسته اما است اما چند لحظه پیش آقای فریبر اشاره <تصفح> کرد که در عقب بالاخره به وجود آوردن این قانون اساسی اهداف خارجی هم نو هفته بود نهفته خب حداقل ما به ماده قانون که مراجعه میکنیم در 12 فصل 162 ماده از 12 فصل 162 ماده اگر مقایسه میکنیم با کشورهای همسایه کشورهای منطقه قانون خیلی متفاوت است آزادی های خاصی بر مردم داده شده با و بر مردم یا در کل بر تمام نظام افغانستان بر شرایطی که در افغانستان دو زندگی میکنه راهکارهای مناسبی دو پیش بین شده یعنی به حال ملت افغانستان در صورتی که قانون به صورت درست عملی شود صد 100 درصد مثبت است او که در پس پرده و چه کسایی در واقع طراح قانون بودن یا در واقع قانون را بر افغانستان تعمیل کردن ما روی ازو زیاد نمیپیچیم ما, ما من چند باز هم تکرار میکنم که در میز شد که قانون اساسی افغانستان در او زمانی که بالاخره تصویب و توشیر رئیس جمهور شد مطابق به شرایط و جامعه او زمان نبود خب یقینا ما امطار که استاد گفتن در یک شرایط خاص سیاسی نظامی افغانستان به سر می برد و اولین در واقع لوی جرگه تصویب قانون اساسی بود که بعد از بسیار فراز نشیب ها در حدود 22 روز تمام نماینده انتخاب شده مردم افغانش قانون را درست کردن یقینا در تطبیق قضی دیده شد یا همون زمانی که ممو شرایط ایجاب می کرده روی مواردی که باید پرداخت می شد پرداخته قانون اساسی هم درست است خالی از نواقص خلا نیست ولی پیش بینی در خود قانون اساسی راهکار برای تعدیل از او برای تغییر از او از اضافه کردن از او پیش بینی شده که بازم برمیگرده به بر تصمیم و اراده سیاسی دولت مردای افغانستان که ما زودتر بتانیم مثلا شورای ولسوالی رو انتخابات را دایر بکنیم و یک زل مهم لوی جرگه افغانستان را داشته باشیم نواقصی که در قانون است میتانیم با مراجعه به نماینده های مردم که در لوی جرگه اشتراک میکنند ایره اصلاح آیا اراده وجود داشت بخاطر بلاخره تکمیل نمودنه اشخاص و افراد که در لوی جرگه قانون اساسی افغانستان یا تعدیل قانون اساسی افغانستان اشتراک میکنند خب در کل اگر خوشبینانه نگاه بکنین انوز ما ببینیم انوز یک قدم یا یک مرحله نزدیکتر شدیم به تعدیل نواقصات قانون اساسی به این که با اعلام در واقع انتخابات جدول زمانی انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ما یک دستاورد کلان می داشته باشیم خداوند توفیق به ملت افغانستان و دولت را یک انتخابات را, را اندازی کرده بتانه ما باز هیچ گونه خلای یا در واقع مشکل قانونی برای تغییر و تعدیل قانون اساسی نمی داشته باشیم چند از پیش یاد کردن که این خود از این نشانگر ای در نزد دولت مردان افغانستان دولت مردان متشکل از قوه دولت خب. افغانستان است و خارجی ها وجود نداشت این خب را؟ اکثریت به عقیده نیست استثناات است یقینا در داخل نظام افغانستان خصوصا در قوای مجری افغانستان کسایی هستند که از اینمی وضعیت موجوده سود میبرند از اینمی وضعیت موجوده راضی هستند ولی ملت افغانستان تعمل بیشتر قانون شکنی را ندارد حالا مشخص و... پارلمان افغانستان یقینا پارلمان افغانستان با وجودی که خودش قوی مقننه است در تقنین در واقع قانون اساسی برای صلاحیت داده بر علاوه که بر تطبیق قانون اساسی که یکی از وظایفش نظارت از عمل کرد حکومت از کوتاهی کرده و جای جای مشخصا دیده شده خود اولیسی جرگه افغانستان یا یعنی نماینده های ملت ناقض قانون بودن تشکر بیننده های عزیز وقفه داریم پس از وقفه برنامه نگرش با همین بس ادامه داریم بعد از برنامه نگارش خوش آمده جناب استاد حالا تا تنج تا اشاره کردن که هر کسی که توان بیشتر دارد قانون را بیشتر نقص می کند مگر قانون تنها برای ناتوانمندان در جامعه ایجاد یا تصویب میشه شه؟ ظاهر خو آدم وقتی که نص یا نصوص قانون اساسی را می بینه ای برای تامین عدالت است بله. که همه شهرونده افغانستان با حکم قانون اساسی در برابر قانون باید متساوی حقوق باشند نه نگاه نظام نه نظام سیاسی که به تطبیق و اعمال قانون اساسی میپردازد باید همین چیز باشد ولی در عمل تر نبودم ما به یک مورد دیگه هم اجازه تان باشد و دوستای ما اشاره کنم وقتی که اولین نسخه قانون اساسی از لوی جرگه قانون اساسی در چاردی جدی سال 1382 چی شد به تصیب رسید و به توشی آقای آمد کرزای رفت در روز سری گفته شده در ن... چون امیل از قانون اساسی پیشمان است که من سبرتان می خواهند یا عبارت گفته بود که کوشش شد و همزمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شود. اما می فهمیم خارجی ها و جمع آقای کرزای چی کردن اول انتخابات ریاست جمهوری را برانداختن هدف چی بود؟ کاملا ادف اداف سیاسی بود با سوی نیت بود که اول رئیس جمهور بیا بعدا باز افراد معین را تحت اشراف می نظام و تحت اشراف رئیس جمهور با اسلام منتخب پارلمان بیا کو دستچین شده باشه توسط رئیس جمهور بلد. این دوره بلد. 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 آه. چرا و نمیخواستند یک پارلمان واقعا مستقل به وجود بیا که در اراده سیاسی شخص رئیس جمهور که مطابق روی قانون اساسی در رأس هر قوه قرار داره این به بو... چی شود به وجود بیا به نام آقای کرزای و اولیای خارجی دولت تلاش کردند که بین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فاصله ایجاد کنند تعمد دیگه که در اوج کاملا با وضوح به مشاهده رسید عدم برگزاری انتخابات شورای ولسوالی بود باید. که من قبلا هم برای شما گفتم به خاطری که پول بسیار گزاف مصرف شد در انتخابات هم بر تصویب قانون اساسی بر لجری قانون اساسی و بعدا بر انتخابات ریاست جمهوری پارلمانی اوجا عمدن و قصد نخواستن که انتخابات شورای ولسوالی صورت بگیره چرا نیت آقای کرزی و اولیای خارجی نظام موجود در افغانستان نظام موجود وقت در افغانستانی بود که نصاب لوی جرگی قانون اساسی باید تکمیل نشه چرا اگر نصاب لوی قانونی قانون اساسی تکمیل میشد با شرایط بر تعدیل قانون اساسی و مطالبات و مقتضیات جدیدی که در افغانستان به وجود میامد و موانع و مشکلاتی که در راه تطبیق قانون اساسی وجود داشت او باید در ت... با. قانون اساسی مورد تعدیل قرار میگرفت چرا بزرگترین صلاحیت لوی قانونی قانون اساسی تصویب و تعدیل قانون اساسی است یا قصد نخواستن که هم انتخابات پارلمانی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیره یعنی همزمان رئیس جمهور توسط مردم انتخاب شود بدونی نمان که نمانش. یک قوه در قوه بای. دیگر مداخله کنه روی قانون اساسی رو ببینید تفکیک نسبی قوا را قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده و در تفکیک نسبی قوا نوی از همکاری بین ارسی سه باید وجود داشته باشه اما استقلالیتشان و صلاحیت و قدرتشان در یک سطح برابر باید رعایت شود اما خارجی ها و جمع آقای کرزای و تیمش تلاش کردن که اول انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیره بعدا پارلمان مورد نظر ازوا و اکثریت که مطابق روی قانون اساسی برای تصمیم گیری و برای تصویب قوانین عادی نیاز بود باید با وجود ده این مشخصه, مشخصه پارلمان هم. دوره پانزدهم بود دور 16 چه مشخصه داشت دوره 16 هم بود دیگه آقای کرزی وقتی که رئیس جمهور شد، در هر سرسی قوا قرار داشت والیا و قماندانای امنیه و رؤسای وزارت‌های مرکزی و ولایتی اما به اصطلاح در دست آقای کرزی بود آقای کرزی به شکل بسیار ساده تانست در انتخابات ایمال نفوذ کنه مورد دیگه که در قانون اساسی متاسفانه چالش برانگیز شد و تا امروز ما بینیم انتخاب کمیشنرای کمیسونای انتخاباتی توسط رئیس جمهور مطابق ماده 64 قانون اساسی بود یعنی درست است که علاوه به با کمیشنرای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی پارلمان رای تایید یا رد میداد اما یا شخصی که در برابرش مسئول بودن آقای رئیس جمهور بود و رئیس جمهور وقتی کمشنرهای کمیسون های انتخاباتی رو انتخاب میکرد بدون شک یکی از ملحوظات نظرش به شکل جدی نفوذش در انتخابات پارلمانی دور اول دور دوم بود و در عمل ما دیدیم که انتخابات متاسفانه به بیرو رفت و امید مردم و اعتماد ملی بر برگزاری یک انتخابات سالم و به دور از اعمال نفوذ ارباب اقتدار متاسفانه به اهداف که رئیس جمهور قبلی افغانستان دنبال میکرد چه بود فشی بود که ببینید ما با از تفکیک نسبی قوا اشاره کردم ال در رژیم تفکیک مطلق و نسبی قوا اصلی است که ارسی قوه در یک مستوا دارای استقلال و عدم مداخله در امور داخلی دیگه باید با وجود به آقای کرزی و خارجی ها تلاش داشتند که پارلمان که بتواند جلب خودسری های حکومت ها بگیرد و مستقل باشه واقعا و بتونه بر فعالیت های حکومت به شکل شاید و باید مطابق نص قا... نصوص قانون اساسی نظارت کنه این پارلمان باید دستنگر قوی چی باشه و موفق هم متاسفانه و ببینید یک چیزی را که جوان از ما بشنوه ما در صنف هم به را گفتیم ال ظاهر پارلمان عیسیت لگام یا لجام را داره که در دهن اسب بدمست قدرت حکومت انداخته میشه و بر منافع مردم باید مهار شود اما متاسفانه تا انتخابات دور اول پارلمانی و دور دوم پارلمانی و دور ببخشید دور سوم ریاست جمهوری تلاش شد که حکومت به عنوان یک لگام یا لجام در دهن پارلمان یا اسب قدرت پارلمان انداخته شود و این متاسفانه به ضرر حاکمیت قانون به ضرر تعمیم فرهنگ حاکمیت قانون و به ضرر تضمین و توسیع حقوق و آزادی های اساسی مردم افغانستان تمام شد و نظام متاسفانه جدا به چالش کشید تشکر آقای بهادری حالا چرا نقص قانون به مانند یک حرف در نزد زورمندان کشور ما بالاخره مبدل شده حالا زورمندان میشه در حکومت هم باشه و دور از حکومت هم باشه خب تا جایی که برمه ب ب ب مربوط بر این بحث میشه ما فکر میکنیم که بحث در حقیقت قوه مجریه بیشتر در اینجا ما فکر میکنیم که مورد مورد داره ما فکر میکنیم از نظر تاریخی ما در یک تاریخ سیاسی افغانستان در مجموع در واقع برایندی یک کشمکش های مختلفی بوده است به در گذشته قدرت ها آمدن و با زور با استبداد با کودتا ها های جدید شکل گرفته و تمام ساختار نظام سیاسی را اینها شکل دادن امیر روحیه یک روحیه تاریخی هست که این روحیه تاریخی متاسفانه در حکومت آقای کرزای و در حکومت های گذشته وجود داشت وقتی تاریخ سیاسی یا تاریخ معاصر افغانستان را مطالعه میکنیم ما در اونجا داد های سیاسی یا در, در شکل شکلگیری نظام های سیاسی بر مبنای مشارکت سیاسی مردم نبوده به. یعنی دموکراسی که از غرب در قانون اساسی جدید ما داریم در بعضی از در بعضی از مواقع بوده اما به شکل متنی بوده پس می توانیم حالا ما حرف اول بیایم که قانون اساسی افغانستان زمانی که بالاخره تصویب و توشه شد اون در اون زمان مطابق با میارها و شرایط مردم افغانستان نبود خب من شخصا خودم به با, با وجودی که بسیار احترام دارم به همه نظریات من شخصا خودم به با این باور نیست ممکن هست ما ارزش های جدیدی را بیاریم وارد جامعه بسازیم که جامعه با او سازگاری پیدا کنه ببینین بحث دموکراسی جدید افغانستان که در قانون اساسی یک بحث جدیدی نیست ما در گذشته هم دموکراسی داشتیم اما باید داشته باشیم که شکلگیری بیشترین قدرت ها در گذشته مطابق با ساختارهای حقوقی و قانونی که قوانین در گذشته گفته نبوده امین روحیه یک روحیه تاریخی است بنابر این وقت دولت افغانستان شکل میگیره حکومت به صورت روزافزون تلاش میکنه تا در امور دیگه قوا مداخله کنه ما با داخلات آقای کرزه در چنانچه جناب استاد گفتن سر واقعی است برای اینکه در نخستین پارلمانی که بعد از کنفرانس بن شکل می گرفت ممکن است یکی از سران سیاسی که قبلا در روابط سیاسی و در ممکن است نفوذ سیاسی افغانستان بسیار نقش داشتن بیمی آقای کرزه این بود که در صورت بس در واقع احراز پست پارلمان ریاست پارلمان توسط او شخص ممکن است قدرتی به حد و اصری که قرار به اساس استراتژی آقای کرزی طرح کرده بود که در آینده ها ای را در نظر داشت ممکن بود مهار مهار شده و با مو اساس بود که انتخابات پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری همزمان صورت نگرفت و به اساس تحقیقاتی که صورت گرفته بیشتر, بیشتر از 42 مورد در قانون اساسی افغانستان متاسفانه در قانون اساسی فعلی که در متن اصلی که لوی جرگه, جرگه قانون اساسی تصویب کرد تغییرات آن بیشتر بیشتر از 42 مورد ببینید این تغ... تغییرات هست که بیشتر مشکلات ایجاد کرده در قسمت تغییر دادگاه قانون اساسی افغانستان به کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی که هیچ معنایی نداره در مورد تفسیر قانون اساسی و سایر موارد حالا مشخصا بالای موضوع بیم که چرا نقص قانون در افغانستان توسط دولت مردان افغانستان حالا مشخص و زرمندان خارج از دولت هم نقصش به حیث یک گرف شناخته شده هر کس زور داشت نقص میکنه آ... برمیگرده به متاسفانه به ضعف نیادهای تطبیق به ضعف نیادها ما از نظر تاریخی هیچ گاه اراده سیاسی قوی به خاطر تقویت نیادهای مجری قانون در افغانستان وجود نداشته باشه این دلیل بیشتر توجیه کننده این است که وقت نیادها تضعیف است نیادهای ملی نمیتوانند کار خود آنچنان که قانون اساسی مشخص ساخته انجام بدن بعد حکومت میایه بر مبنای پالیسی های سیاسی خود بر مبنای استراتژی های خود تمامی قوه ها را زیر سوال میبره و مداخلات خود ممکن هست با اقنا با تطمیع و با سایر موارد با سایر قوه ها داشته باشه بخوای تعیین میپذیرین که پارلمان افغانستان ضعیف بود و بالاخره حکومت توانست که اونها را یه دست خود به نحو از اونها بسازه و در گزینه شفاف نقش داشت دای دا دو تا عامل است اول عامل اولی که درست پارلمان افغانستان نمایندگی از مردم میکنه به انتخاب مردم و آمده و حضور پیدا کرده اما تعود و وفاداری که نسبت به او رای دینده داشته باشه کماکان کوتاهی شده میره مردم افغانستان خود شاید میپذیره ولی در جای جای اشاره شد که رئیس جمهور افغانستان تا در گزینش اونها نقش داشت خب هر کس نقش تاثیر خود داشت داد پارلمان در زمان انتخابات یا بعدش آسیب های بیرونی خود را داشت و دوم دیگه خود دولت چه نظام قبلی چه نظام فعلی کوشش میکنه که پارلمان را به نوعی در آشیه برانه به نوعی تحت فرمان خود داشته باشه به نوع پارلمان را میخواهد زمین آره، آره، که زمینگیر بسازه تا زمانی که میپذینی که پارلمان افغانستان نفوذ آنچنانی حکومت در خود داره؟ بیاقینا امروز میبینیم که نه تنها حکومت بلکه دیگه کسایی که در نظام هستن تاثیر خود را بالای تصمیم وکیلا دارند زمانی که شما تصور کنین که یکی از پس اونجا منافع ملی حالا از... چه میشد زمان که نه, نه, نه اساس مشکل میجاست تاثیر گذاری ما, ما متاسفانه, تصمیم متاسفانه در یک نظامی زندگی میکنیم که از هر و از هر حصه و از هر پرزه و بخشش مشکل داره ما افغانستان متاسفانه یکی از نظام های فاسد است افغانستان کسایی که به عنوان مجری قانون هستن خودشان قانون شکن و کسایی که وظایفشان است که کسی که قانون را میشکنانه کسی که تعهد را نسبت به مردم نقص میکنه ارگان های عدلی قضایی است که اونا خودشان درگیر در, در واقع یک مشکل جدی هستند و کسانی که, که قانون تصویب میکنن آنها نقص نمیکنن یقینا ما گفتم این هیچ کس استثنا نیست ولی بهتر ای است که ما همه به این عقیده و فکر بوده باشیم که منفعت های ملی خود مردمی خود را ترجیح بدیم نسبت به منفعت های شخصی گروه، گروهی قومی و تنظیمی این موارد زمانی اگر ما این متعهد بوده باشیم او وقت ما به صلاحیت پارلمان مداخله نمیکنیم پارلمان میگذاریم کار خدا بکنه و پارلمان هم مسئولیت خود را نسبت به مردم نسبت به حکومت درک بکنه و او, چیزی که منفعت کلی است باید تصمیم را روی از متمرکز بسازه تا از عمل کرده پارلمان افغانستان حکومت افغانستان یا قوای قضایی افغانستان مشکوک نبوده باشه یعنی صداقت خود را و, و در واقع می ممم ممم کار خود را و, و فعالیت خود را توری باید تنظیم بکنه توری باید باید چشم مردم به حساب ایراد بکنه که مردم نسبت به عملکرد پارلمان مشکوک نبوده زمانی که مردم مطمئن باشن که پارلمان واقعا به تمام منافع توجه میکنه او زمان دولت یا خود حکومت ببخشین جسارتی را نمیکنه که پارلمان را بسازه پارلمان را باشیه برانه خود ملت حالا موجودیت ضعف شما در پارلمان بپذیره یقینا یقینا نه تنها در پارلمان بلکه در سایر قوای سیگانه دوگانه و در قوای قضایی مشکل جدی است در قوای اجرایی مشکل جدی است و پارلمان هم نیست از این مشکل دا. حالا پس از امروز باید چه کار صورت بگیره که قانون بالای همه یکسان تطبیق شود خب این یک به نظرم یک زمان میخواد افغانستان متاسفانه بعد از این, این بدبختی های دوامدار و هنوز هم که با یک مشکل جدی که هر روز ناامنی است و تمام زیر بنای افغانستان مورد هدف قرار میگیره ما از این مرحله گذر بکنیم و مردم ما با با بیشتر بهتر که حال خدا خواسته بود سال آینده شاهد انتخابات باشیم با وکلا ری بدن که مثال امو از نقطه نظر قانون از نقطه نظر حقوق از نقطه نظر تعود و تخصص تمام مواصفات را داشته باشند که ما تانسته باشیم یا پارلمان قوی و پارلمان در واقع مو که استاد گفتن جلودار حکومت باشه و در این حال با, ای با پارلمان غیر حزبی هم نمیتونیم به این آرمان برسیم که ما امیدوار هستم که با تغییر قانون انتخابات یک مختار پارلمان بره به طرف ایزبی شدن و نظریات منثبت منثبت و جمع منسجم شود که ما نتایج را زودتر به دست آورده بتونیم مواردی هست که روی از این پرداخته شود ما دو چهار مشکلاتی جقایه. که حالی هستیم در آینده نخواهیم بود بادری. سلامت فکر میکنید که با چی میکانیزم میتونیم قانون بالای همه یک سان تطبیق کنیم؟ خب ما فکر میکنیم که یک مقدار این بحث برمیگرده به خداگاهی و اقلانتی سیاسی هم مردم و هم قشر سیاسی در صورتی که ما در قوای اجرایه، در رأس قوه اجرایه و در کل رئیس جمهوری داشته باشیم که باور به دموکراسی و چنانچه جناب را اشاره کردن به تفکیک قوا داشته باشه هیچ نیازی برای مداخله نیست آیا رئیس جمهور افغانستان چون این باور دارد رئیس جمهور کنونی افغانستان؟ ما فکر میکنیم که رئیس جمهور کنونی افغانستان نسبت به رئیس جمهور قبلی افغانستان بیشتر تلاش میکنه تا نهادسازی بکنه تا اینکه مداخله کنه در امور سایر قوه ها در زمان آقای کرزی تلاش بر این بود که همواره نیادها بیشتر تقویت نشود اما در حال حاضر تلاش بر این است که تا نیادها تقویت شود و مدیران در رأس نیادها قرار بگیرند که اینها بیشتر بتوانند در یک مرحله زمانی این نیادها را بیشتر تقویت کنند استاد چند از پیش آقای بادی آقای اشاره کردند که هیچ کس در افغانستان یا هیچ قوایی نمیتونیم مستثنا قرار بده همه هم میان قانون نقص میکنند مشوره شما و بالاخره دید شما چی است که حکومت افغانستان یا در کل دولت افغانستان پس از این چه باید چه کار را کند که قانون یعنی صد در صد تطبیق شود من چند مخالف شکوه از خارجی هستم چرا خارجی خارجی است و دنبال اهداف خود است ما افغان اگر اشاری, اشاری لازم می داشتیم به اقتدار از سال 2001 یا 1381 به طرف اگر از وضعیت که افغانستان در میراق توجه جامعه به قرار گرفت به نفع ملت افغانستان یا به مطابق مسالی اولیه افغانستان استفاده می شاید سرنوشت افغانستان امروز یک سرنوشت دیگه می ما به یک وضعیت به مراتب بیتر یا اوزای به مراتب بیتر روبرو می بودیم ولی متاسفانه ارباب اقتدار فقط گول شخصی زدن استفاده شخصی کردن به قانون احترام التزام نداشتند. اگر ما زمامدار خوب می داشتیم تا 14 سال گذشته به بخش ف... تعمیم فرنگ و قانون باید بیشترین توجه می شود. نه. مثال مثلا هر کسی که وزارت از افغانستان جواز چیر میگیره یک رسانه تصویری یا دیداری یا رادیو یا ویدیو را ویدیو میگیره جزء مکلفیت‌هاش می بود که برای تعمیم فرنگ و قانون روزانه فرض مثال دو ساعت چیکنه نشرات کنه. نشارات. نشارات کنه. ولی متاسفانه ای قا... و اراده... نمیخواستن چرا اگر حاکمیت قانون یا فرنگ حاکمیت قانون در افغانستان شایع میشد با ارباب خدار دیگه جرات پیدا نمیکردن شما فقط مسلم که در قانون اساسی معرض شده زیر پا کنن بله شما بالی دقیقا رای تطبیق و بالاخره بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به قانون میدن بله یکی از چیزهایی که فوق العاده مهم است و نیاز جامعه افغانستان از اراده قاطع سیاسی شخص اول مملکت برای تطبیق حاکمیت قانون است که متاسفانه ما اراده را در نه در زمان آقای کرزی دیده بودم و نه در زمان آقای غنی و عبدالله دیدیم چیز دیگه که فوق العاده مهم است بخش امی خبرگان جامعه است که خبرگان جامعه منادا و مؤسسات تحصیلات و نیمالی و خصوصا معرف به این قسمت باید بازل توجه کنن من نمیتونم این کار کنم که کمیسیون مستقل نظارت قانون اساسی نظارت بر قانون اساسی که چهار سال یا پنج سال بعد از تشکیل وضعیت جدید آمد روی کار خدمات زیادی رو در این بخش انجام داد اما که کمیسیون در این قسمت بیشتر احساس مسئولیت کنه و با وظایف و وجایف خود مطابق قانونی که در کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی است عمل کنه قادری واقعا واقعی تنج از حضورتان در بس ما بینید های عزیز تشکر از شما همتا تا برنامه بعد شما را بلایی دیگر